حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های غیر رسمی از افزایش کشته‌ها تا 200 نفر هم حکایت دارد. در ادامه برنامه امشب می‌پرسیم آیا حکومت ایران از این بحران عبور می‌کند؟ همچنین خواهیم گفت که کشته شدگان این اعتراضات چه کسانی اند؟ سانسور و قطع اینترنت تا چه حد در کنترل اطلاعات موثر بوده؟ اعتراض‌های گسترده بدون سازماندهی مشخص، آیا معترضان بدون رهبر به اهدافشان میرسند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. روایت‌های شاهدان عینی از فضای بسته و پلیسی در ایران حکایت دارد با روش‌های مختص حکومت‌های اقتدارگرای سرکوبگر. اعتراض‌ها البته به شکلی پراکنده همراه با خشونت ادامه یافته. جرقه اولین اعتراض‌ها 4 روز پیش با گرانی بنزین زده شد و حالا آتش بحران سراسر ایران را گرفته. آمار کشته‌ها روشن نیست. مقام‌های رسمی سکوت کردند ولی آمار غیر رسمی کشته شدگان تا 200 نفر هم گزارش شده. سپاه پاسداران برای کنترل اوضاع وارد عمل شده. معترضان هم این طرف و آن طرف مقاومت کردند. این بحران یک ناآرامی گذرای دیگر است که قوه قهریه حکومت مثل قبل دامنه آن را جمع می کند یا حرکتی متفاوت. خیزش جان به لب رسیدگانی که غم نان و معیشت آنها را چشم در چشم ماموران امنیتی قرار داده از جایی هم هدایت می شود؟ خواهیم پرسید که عمق بحران چقدر است؟ بازتاب بین المللی آن چقدر با شدت اعتراض ها تناسب دارد؟ اول گزارش داریم از فرین عاصمی. آجی تیر زنن، من گفتم مشقیه. یا خدا. ادامه اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران به افزایش قیمت بنزین. جات صاحبه وای زنگ بزن آمبولانس، بابا زیر میگیری زنگ بزن آمبولانس. شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان خبر می‌دهند. دو شاهد عینی از بهبهان و شهریار به بی بی سی فارسی گفتند که اجساد کشته شدگان را به خانواده‌های آنها تحویل ندادند. این هم تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در اصفهان در چهارمین روز اعتراض‌ها. خبرگزاری‌ها در ایران از حمله معترضان به دفتر امام جمعه یزد و نماینده آیت الله خامنه‌ای در این شهر و به آتش کشیدن ساختمان این دفتر خبر دادند. 4 نفر هم بازداشت شدند. در روزهای گذشته تصاویری از به آتش کشیدن تصویر آیت الله خامنه‌ای هم منتشر شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به معترضان هشدار داد شناسایی خواهند شد. اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. او اعتراض ها را اغتشاش و ناامنی خواند. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست. میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن. خوشبختانه که من همین ساعتی در واقع آمار دستم هست تو این 3 روز، اونهایی که اغتشاش کردن عددشون بسیار کمه. اغتشاشگر و عامل ناامنی، اجیر شده، شرور، دشمن خارجی و تحت سلطه آمریکا و اسرائیل کلماتی بود که در روزهای گذشته مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره معترضان به کار بردند. متاسفانه ما دیدیم که برخی به بهانه اجرای مصوبه به اغتشاش‌های نامتعارف، آتش زدن بانک‌ها، حمله به مراکز انتظامی و نظامی، حمله به زیرساخت‌هایی مثل گاز و مخابرات، حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.
در برخی از موارد و شهرها گزارشاتی رو ما داریم که از سلاح گرم و سرد به طور مکرر استفاده کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هشدار داده که با ادامه آنچه ناامنی و اقدامهای مخل آسایش و آرامش مردم خوانده قاطعانه برخورد خواهد کرد. محمود صادقی نماینده مجلس هم که دیروز درباره استعفای او در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خبرهای غیررسمی منتشر شده بود، در توییتی به حمایت آمریکا از معترضان واکنش نشان داد. به بدخواهان و بیگانگان و دولت عهدشکن و سلطه‌جوی آمریکا که با تحریم‌های ظالمانه روند عادی زندگی مردم را مختل کرده، اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌دهیم. کاخ سفید دیشب در بیانیه‌ای خشونت علیه معترضان ایرانی و محدود کردن ارتباطات در ایران را محکوم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از معترضان ایرانی حمایت کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان آقای پومپئو را مداخله جویانه خوانده. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان هم در توییتی فارسی از معترضان ایرانی حمایت کرده. امروز چندین و چند تماس با مقامات و همکارانم در کاخ سفید و وزارت خارجه داشتم. ما بر کمک به مردم ایران متمرکز هستیم. آنها از این رژیم رنج بسیار کشیدند. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که یکی از سه تصمیم گیرنده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره افزایش قیمت بنزین بود، تلویحاً از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرد و گفت افزایش قیمت باید به تدریج و طی 5 سال صورت می‌گرفت. آقای رئیسی دیروز هم مسئولیت این طرح را به گردن حسن روحانی انداخته و گفته بود پیشنهاد آن را رئیس جمهوری داده. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مجریه و مقننه درباره سهمیه بندی بنزین در مجلس برگزار شود. در حالی که دسترسی کاربران به فضای مجازی در ایران به شدت محدود شده، وزیر ارتباطات گفته که اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور شورای امنیت کشور قطع شده است. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفته قطع شدن اینترنت ضربه زیادی به مردم زده، اما حفظ امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است. در پی قطع اینترنت، انتشار تصاویر اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی به شدت محدود شده. در واکنش به اعتراض‌ها، دولت گفته که برای جبران اثر گران شدن بنزین، پرداخت کمک‌های معیشتی به 60 میلیون ایرانی را از امشب شروع می‌کند و در سه مرحله تا شنبه ادامه می‌دهد. فرین عاصمی، بی بی سی. گفتگویی داریم در همین زمینه با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اینجا در استودیو با ما، و همینطور عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو آمریکا. آقای نگهدار، اول میخواستم از شما بپرسم آنچه که دیده میشه یک اعتراض گذراست یا نشانه یک بحران عمیق؟ اول من ابراز تسلیت بکنم و همدردی با هممیهنانی که در این حوادث روزهای اخیر آسیب دیدند و تاکید کنم که دلجویی و همدردی با این عزیزان یک وظیفه ملی است. اگر از من بپرسید که آیا رویدادها ادامه پیدا می‌کنه و این وضع بسیار نگران کننده ای که در ایران به وجود آمده تا کجا می‌تونه ادامه داشته باشه، من خواهم گفت که اصلا معلوم نیست. برای اینکه سیستم تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران این اعتماد رو به من و به شهروندان عادی نمیده که با چشم باز و خردمندانه به صحنه سیاسی نگاه بکنند. آقای خامنه ای گفتند که من کارشناس نیستم و مسئولیت این تصمیم بر عهده قوای سگان است. ولی اگر ایشون رهبر مملکت هستند و مهمترین مسئولیتشون این هست که از کارشناسان بپرسند که عواقب این تصمیم بر زندگی مردم و بر کشور چیست، و اونها گفتند که خاطر مبارک آسوده باشه و هیچ اتفاقی نمیفته، این مسئولیت مستقیم آقای خامنه‌ای که این تصمیم رو گرفته و پیامدهای ناپیدا داره این تصمیم. من اعتراضم و تحلیلم در این حال متوجه شخص رهبر مملکت که با فلج کردن دستگاه مقننه، با محدود کردن اختیارات دستگاه اجرایی در حل و فصل مسائل تحریم ها و با
فساد عمیقی که در به اعتراف خودشون در دستگاه قضایی حاکم هست مسئولیت تصمیم گیری رو بر عهده اینها میگذاره و بعد میگه که من مسئول نیستم. اگر شما بپرسید چه اتفاقی میفته، من میگم از آقای خامنه ای که این تصمیم رو گرفتن بپرسید. بسیار خوب. آقای میلانی شما چی فکر میکنید؟ عمق بحران تا کجاست؟ یک حرکت گذرا رو میبینیم یا یک تحولی که ممکنه ابعادی بسیار وسیع‌تر از اینها داشته باشه؟ به گمان من حتما ابعادش بسیار وسیع‌تر از اینه. حتی اگر بتونن با ضرب و شتم و قتل و زندان این مرحله رو پشت سر بگذارن، این بحران رو نمیتونن پشت سر بگذارن، برای اینکه این بحران ساختاری است. اقتصاد ایران رو فلج کردند این آقایون. عملا 60-70% اقتصاد رو در انحصار خودشون گرفتن، در انحصار سپاه گرفتن. خود آقای خامنه‌ای چیزی نزدیک به 90 میلیارد دلار حداقل در حساب‌ها و بنیادهایی که زیر نظرش هستن و هیچ کدوم مالیات نمیدن، فلج اقتصادی رو به وجود آوردن. فساد فقط در قوه قضاییه نیست، فساد در تمام ارکان جامعه هست، در تمام ارکان رژیم هست و هیچ راه سلاحی رو هم نمیپذیرن، برای اینکه یک نظریه توطئه دارن، همه مسائل رو به خارج مربوط میدونن و امکان این که بشه این بحران رو حل کرد به گمان من در بافت این رژیم و در ساخت این رژیم نیست. به همین خاطر میبینیم که در ظرف 10-12 سال اخیر هر از گاهی این بحران ها دوباره رخ داده، هر بار شدتش بیشتر شده، هر بار سرعتش بیشتر شده، هر بار گسترشش بیشتر شده و با خشونت و با تهمت زدن و با گفتن اینکه اینها عددی نیستند یا اشرار هستند مسئله حل نمیشه. به گمان من آقای نگهدار، پایگاه اجتماعی این اعتراض ها کجاست؟ عمدتا در حاشیه شهرهای بزرگ، اقشار محرومتر جامعه، اونهایی که از تقلیل رشد اقتصادی ایران با رشد منفی اقتصادی ایران بیشترین آسیب ها رو میبینند. اگر دقت بکنیم میبینیم که در شهرهای بزرگ در تهران کمتر تشنج هست، ولی در حاشیه تهران ربات کریم و کرج و یا شرق تهران پارس و تا بومهن و اینها اعتراضات خیلی شدیدتره. جامعه شهری اقشار متوسط به شدت نگران هستند و نمیدونن چه اتفاقی بعد خواهد افتاد و به نظر من دستگاه‌های اجرایی مملکت هم به دلیل قفل شدن سیاست خارجی و به دلیل قفل شدن صندوق رأی و حق انتخاب نمیتونند به راحتی از این عدم اعتمادی که در کشور شکل گرفته، چه در میان طبقات متوسط که در حمایتشون در سال 88 از دست دادن، چه در میان طبقات محرومتر که به دلیل وضع اقتصادی از دست دادن، پایگاهی به دست بیارند. آقای میلانی، حکومت بارها ثابت کرده که در سرکوب تعلل نمی کنه. الان بعضی از گزارش ها حاکی از اینه که نزدیک به 200 نفر کشته شدند. بخشی از مسئولیت رو میشه متوجه کسانی گذاشت که مثلا از تحریم ایران حمایت میکردند؟ من نمیدونم چطور، برای اینکه بحران اقتصادی ایران رو تحریم ها ایجاد نکردند. بحران اقتصادی ایران رو تحریم ها تشدید کردند و به کررات میشه دید که اگر دوباره سخت سیاست های واقعا به گمان من سخت نابخردانه آقای خامنه ای نبود و حکم فرمانش نبود که من قدغن کردم که با آمریکا یا با دیگران مذاکره نکنید، میشد این تحریم ها رو برطرف کرد. خود آقای روحانی گفته که ما شاید چند ماه پیش میتونستیم. بحران ها یعنی وضع اقتصادی ایران ایجاد شده توسط بحران نیست. اگر از 32 بانک ایران 30 تاش در حالت ورشکستگی است، اگر بنیادهای اقتصادی دیگر سیستم همه در آستانه ورشکستگی است، اینا به خاطر فساد، به خاطر همون انحصاری است که گفتم
بحران بدون شک اون رو تحریم ها اون رو تشریک کرده. حتما هم دخالت های خارجی وجود داره، من منکر این نیستم که دخالت های خارجی وجود داره، همونطوری که رژیم جمهوری اسلامی در عراق دخالت میکنه، در عرب تحریک میکنه، در لبنان دخالت و تحریک میکنه، کشورهای دیگه ای که ایران ها رو تهدید و تحریک میکنه، اونها قطعا سعی میکنن از ایران استفاده بکنن. ولی دوباره بنیاد بحران به گمان من در این ساخت سخت ناسالم اقتصادی، سیاسی، اجتماعیه. شما وقتی که مجبور میشید تمام اینترنت مملکت رو بخوابونید، در واقع حکومت نظامی مجازی اعلام میکنید، و اون وقت نظرتون این است که اینها عددی نیستن. آقای روحانی میگه من اطلاعات ساعت به ساعت دارم، شما کی بهتون اطلاعات رو میده؟ چطور تصمیم میگیرید که تمام سیستم اینترنت مملکت رو بخوابونید که میلیون ها نفر از طریق اون اقتصادشون اداره میکنن، دانشجویان از اون طریق در کلاس ها درس میخونن، تقاضای کار میدن، همه اینا رو میخوابونید به خاطر تعداد معدودی اشرار؟ این ناتوانی در پذیرفتن مسئولیت به گمان من یکی از ریشه های این قضیه است. ولی تحریم ها به گمان من حتما تشدید کردند اون بحران درونزای اقتصادی رو. آقای نگهدار، شما از جمله کسانی بودید که به شدت با موضوع تحریم ها مخالفت میکردید، میگفتید که دودش به چشم مردم عادی میره. در این مورد فکر میکنید که بخشی مربوط هست به این فشارها و این تحریم ها؟ من فکر میکنم حتی در شرایط تحریم های شدید و فشار حد اکثری، مسئولیت مقامات درجه اول حکومتی است که برای حفظ امنیت مردم، برای جلوگیری از این فاجعه‌ای که در مملکت ما اتفاق میفته، تدبیرهای درست بیندیشند. اگر از هر فرد عادی، به کارشناسی که آقای خامنه‌ای دنبالش می‌گرده کار ندارم، از هر فرد عادی بپرسید که وقتی که شما خواب بودید سران قوه نشستند و تصمیم گرفتند قیمت بنزین سه برابر بشه، پیامد این چیز قبل از وقوع در سحرگاه همون روز به شما میگفت که قطع اینترنت، کشدار 100 200 نفر 500 نفر نمیدونم چند نفر، به آتش کشیدن صدها باجه بانک، اینهاست. آیا اینها میدونستند که این اتفاق میفته و این تصمیم رو گرفتند؟ من این رو به عهده تحریم ها نمیگذارم، این تصمیم غلط رو. اونها میتونستند، اگر مجلس قادر قدرت داشت، اگر مجلس در رأس امور بود، اگر دولت در رأس امور بود و اختیار داشت که مسائل سیاست خارجی رو کنترل بکنه، از 3 سال پیش تا امروز پلکانی، از وقتی که تحریم ها دوباره برگشت، پلکانی نرخ بنزین رو افزایش میدادند مثل نرخ گوشت، و مردم هم بالاخره تحمل میتونستن بکنن. این واکنش رو نمیدیدیم. مسئولیت این واکنشی که در جامعه دیدیم مستقیما بر عهده مسئولین نیست که این تصمیم رو گرفتن. آقای میلانی، این انقلاب رو انقلاب کوخنشین ها لقب داده بودن، انقلاب طبقات فرودست جامعه، پابرهنگان، مستضعفان، سرکوب افرادی که امروز میگن از گرسنگی به خیابان اومدند، افرادی که میگن زیر هزینه های کمرشکن زندگی ماندند، برای ماشین سرکوب حکومت کار آسانی است؟ من فکر میکنم در کوتاه مدت ممکنه کار آسانی باشه. به هر حال عده‌ای مزدور هستن، عده‌ای حقوق بگیر هستن، عده‌ای الوات و اشرار هستن که به عنوان لباس شخصی ها میدونیم مدت ها به گفته خود سران سپاه بسیج شدن، به خیابون ها آمدن. در هزار و در قضیه جنبش سبز خودشون گفتن 5000 لات و اشرار رو به جون مردم انداختن. در کوتاه مدت میشه اینا رو سرکوب کرد، ولی در دراز مدت به گمان من نمیشه. کفگیر به ته دیگ خورده. این رهبری جواب دهنده مشکلات این مملکت نه تنها نیست، بلکه هر روز اضافه میکنه. ببینید، اگر شما برگردید به مسئله تحریم ها، اگر شما مسئله تحریم داشتید، نفت نمیتونستید بفروشید، ناچار بودید که مقداری درآمد دولت رو اضافه بکنید. به جای اینکه بیایید بنزین رو سه برابر بکنید، قیمت گاز رو،
اینا هی میگن بنزین ارزون تره. بله، قیمت گاز هم که شما به شرکت های پتروشیمی میدید 1/20 قیمت بین المللی است، 1/20. و اینها اکثر به جیب خود سردارها میره، اغلب به جیب اون شرکت های وابسته به پتروشیمی میره. وقتی که آقای زنگنه تصمیم گرفت قیمت گاز رو اندکی بالا ببره، ببینید چه قشقرقی راه انداختن. اینها احساس کردن که ضعیفترین اقشار مردم ساکت‌ترین خواهند بود و نمیتونن واکنش نشون بدن، و به همین خاطر با نهایت خشونت، هم خشونت اخلاقی هم خشونت فیزیکی، وقتی که احتیاج به پول داشتن به ضعیف‌ترین اقشار جامعه فشار آوردن. تمام این پولی که از این اضافه میتونن بگیرن، آقای خامنه‌ای میتونست از حساب صد بده، میتونستن از پتروشیمی بگیرن، میتونستن از آستان قدس رضوی بگیرن، میتونستن با کمتر کردن این پولهای هنگفتی که میدن حوزه علمی بسازن مثل لاس وگاس بگیرن. از کجا معلوم واقعا اینطور هست؟ به خاطر اینکه بعضی میگن که با توجه به اینکه مدت ها حکومت نتونسته نفت بفروشه، با توجه به اینکه تمام منافذ داد و ستد اقتصادی به شکل کلان بسته شده، آه در بساط ندارن، و یکی از دلایلی که به چنین تصمیمی با این سراسیمگی رو آوردن هم ممکنه همین نداری و استیصال باشه. نداری حتما هست، ولی در همین شرایط میبینیم و میدونیم که دارن در عراق، دارن در لبنان خرج میکنن، میدونیم که اونجاهایی که میتونن ازش مالیات بگیرن نمیگیرن. بسیاری از این مسائل قابل حل بود اگر تمام شرکت ها و نهادهای زیر نگین خود آقای خامنه‌ای دستور داده میشد بهشون که مالیاتشون رو بدن. دولت مسئله فوری اقتصاد درون خودش رو حل میکرد، مسئله نفت رو نمیتونن حل بکنن دوباره به خاطر همون انسدادی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده. شما به چه حسابی تصمیم میگیرید شخصا که تمام سیاست خارجی رو بگید با کی حق مذاکره داریم و کی حق مذاکره نداریم؟ کجا شده که بپذیرید سیاست‌های غلط گذشتتون چه بلایی بر سر ملت ایران آوردن؟ سیاست اتمیتون چه بهلایی بر سر ملت ایران، چه بهایی بر سر اون آوردن؟ بعد در موضع استیصال مجبور شدید عملا 98% اورانیوم مملکت رو بفرستید به خارج، تمام تأسیسات رو بخوابونید، فردا رو بخوابونید، حالا چوب حراج زدید در مقابل اینا. یک بار مسئولیت پذیرفتید که این سیاست های غلط از کجا آمده؟ آقای نگهدار، خیلی کوتاه به نظر میاد که شما هم با آقای میلانی از نظر اینکه یک انسداد وجود داره موافق هستید، ولی میشود این رو شکست؟ راهی هست؟ انسداد به نظر من مهمترین وجهش انسدادی است که در رابطه بین دولت و ملت به وجود آمده. توجه بفرمایید، من به عنوان یک فعال سیاسی که 50 سال 60 سال از عمر خودم رو در راه حل و فصل مسائل کشور به میون گذاشتم، امروز در بی بی سی فارسی دارم صحبت میکنم. چرا نباید کسانی که دلسوز این مملکت هستند در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بتونن حق اظهار نظر داشته باشند؟ چرا نباید این کسانی که امروز به اعتراض برخواستند در این کشور نماینده و رهبری داشته باشند؟ کی جلوی این کار رو گرفته؟ آیا اونها نمیخواستند صداشون از طریق مسالمت‌آمیز به عرصه عمومی برسه؟ مشکلات ما در رابطه بین دولت ملت و نحوه برخورد حاکمیت با ناراضیان، با معترضین، با اینهاست، و این مربوط به امروز نیست. 40 سال این واقعه در کشور ما در حال گسترشه. آقای میلانی، شما چی فکر میکنید؟ راهی برای شکستن بن‌بست و انسدادی که بهش اشاره کردید دیده میشه؟ به نظر من تنها راه گذار از این انسداد پذیرفتن این است که انقلاب ایران در 40 سال پیش یک انقلاب دموکراتیک بود. هیچ صحبتی در ماه‌های قبل از انقلاب از ولایت فقیه نبود. ولایت فقیه پدیده تحمیل شده به این انقلاب، و تا این مسئله حل نشه، یعنی تا این مسئله از بین نره و حاکمیت به حاکمان واقعی ایران که مردم ایران هستند، مردم ایران از آغاز انقلاب مشروطه سعی کردن حاکمیت خودشون رو به اعمال بکنن، تا اون حاکمیت به مردم برگردونده نشه، تا نپذیرند که مردم خودشون
میتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و محتاج ولی نیستن، این انسداد به گمان من حل نمیشه. بسیار بسیار ممنونم از عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو آمریکا با ما، و همینطور اینجا در استودیو فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. باید اضافه بکنم که در مورد رهبری این اعتراض ها هم یک گفتگو با دو تحلیلگر داریم که اونها هر کدوم نظرات خودشون رو بیان میکنند. فعلا تعدادی از بینندگان بی بی سی در شهرهای مختلف ایران نظرات و مشاهدات خودشون رو از اعتراض های امروز به ما گفتند. از موقعی که روحانی گفته که دوربینا نشون میده و نمیدونم اطلاعات و فلان و قوه قضاییه پیگیری کنن، الان زوم کردن رو دوربینای مدار بسته، الان ما اومدیم تو سطح شهر تمام دوربینا رو همه رو شکستن، حتی دوربینای راهنمای رانندگی تمامشون شکست است. خواسته مردم صرفا بنزین نیست، خواسته من کی گفته بنزین بهونه بود که مردم بیان تو خیابون؟ بنزین یکی از دلیلاشه، گرونیه، ظلم و زوریه که به مردم میشه، حق مردمه. این همه سرمایه‌ای که ما داریم، این همه تو ایامی که 53 میلیارد بشکه چای ذخیره نفتی که پیدا کردن یا بنزین رو گرون میکنن، این همه ظلمی که میشه که به کسانی کمک میکنن، مملکت خودمون، مردم خودمون از گشنگی دارن، از فقر دارن، به هزار بیراهه میرن، ولی خب کمک میکنم به کشورهای دیگه، علنا میگه ما کمک میکنیم به کشورهای دیگه. نمیدونم ما چرا این انقلاب و دنبال صدور انقلابیم که چی به ما میرسه. وقتی که من خودم گشنم چرا باید به کشورهای دیگه کمک کنم؟ خواسته خیلی زیاده. خودم جلوی شعبمون که سر زدیم واسه اینکه ببینیم چی شده، حالا شعبه ما تخریب شده و با آتش کشیده نشده، چون بالای شعبه ما بوده، سه طبقه مسکونی بوده، مسکونی و تجاری بوده که صاحبان املاک بالاسری جلوی مردم دیگه تا نذاشن با آتش بکشن. میگم جلوی همین شعبمون که ما سر زدیم پوکه گلوله ما پیدا کردیم، و خیلی از حالا کسایی که اونجا شاهد قضیه بودن میگن که یه تعدادی بودن که انگار میدونستن که باید چی کار کنن، مستقیما رفتن سراغ دوربینا، هاردایی که مربوط دوربین بوده اونا رو سرقت کردن، خود دوربینا رو از بین بردن، و تو تمام بانک‌ها همین اتفاق افتاده و در نهایت با آتش کشیده. و نکته بعد این که میگن چند نفر افرادی بودن که با دستگاه های برش شارژی میمدن دونه دونه در بانک ها رو قفلاش رو میبریدن یا درش رو باز میکردن و میرفتن سراغ بانک بعدی و اجازه میدن که بقیه وارد بانک بشن. این دولت روحانی وقتی که میگه من به 60 میلیون میخوام یارانه بدم، دروغ میگه. این به 10 میلیون میخواد بده. یه آمار میاد اعلام میکنه، مردم کجا هستن که ببینن واقعا راسته. بعد به 10 میلیون میده، میگه آقا ما به 60 میلیون نفر اومدیم 50,000 تومان دادیم. این چه کلاه بزرگیه که سر ملت ایران میده. من روز 30 لیتر بنزین مثلا میزدم برای مسافر کسی، شما حساب کنید 30,000 تومان چه 30,000 تومان. حالا این 30,000 تومان 33 تومان، من 90,000 تومان باید پول بدم. خب 90,000 تومان اومدیم و 50 تومانشم به من برگردوندن، پول یه روزشه. من امروز بده 30 تومان بعدم 90 تومان نمیدادم. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بودند که درباره مشاهدات خودشون از آنچه که امروز در ایران در حال رخ دادن هست به ما گفته بودند. آنچه از اعتراض‌های این بار در ایران پیداست، درگیری‌های خشن بین نیروهای امنیتی و معترضان ادامه داشته. تصاویری از شلیک گلوله‌های مستقیم به معترضان این طرف و اون طرف منتشر شده، ولی همچنان شمار قطعی کشته شدگان مشخص نیست. خبرنگار ما ژیار گل اوضاع رو دنبال کرده، اینجا با ماست. ژیار، از تعداد کشته‌ها اطلاعات دقیقی نیست، آمارها متفاوت و گاهی متناقضه. از آمارهای رسمی اگر بگیم چند نفره، ولی آمارهای غیر رسمی به ده ها و حتی تا 200 کشته هم گفته شده. ببینید، خب از یک طرف اینترنت قطع شده و واقعا اینکه تصاویر رو منتشر کنن یا بگیم منابعی از داخل بیمارستان ها از اماکن مختلف بتونن اطلاعاتی به ما برسونن خیلی مشکل شده. از طرف دیگه ما تلاش کردیم از طرف خانواده کسانی که بستگانی در شهرهای مختلف ایران دارن یا تماس های تلفنی با افرادی که در داخل این شهرها هستن تماس بگیریم.
صداهایی که ما از داخل ایران میشنویم حکایت از کشته شدن افراد زیادی داره، حتی زخمی شدن افراد زیادی داره، و گفته شده خیلی از زخمی ها از ترس اینکه مبادا اینا دستگیر بشن حتی جرأت نداشتن به بیمارستان برن و توسط خانواده ها یا بستگان و دوستانشون دارن مداوا. صدایی از شیراز از داخل یک بیمارستان به ما رسیده بود، گفتم همینجوری که گفتم تایید واقعیت این صداها و از طریق چند من بسیار مشکل برای بی بی سی، اما خب صداهای اینجوری که به دست ما رسیده، مثلا در یکی از بیمارستان های شیراز یک نفر گفته بود از داخل بیمارستان که اونجا کار میکنه 10 جنازه دیده. در مناطق مختلف ایران این صداها شنیده میشه که آمار کشته ها بسیار بالاتر، و همچنین تصاویری که در دو روز گذشته قبل از اینکه اینترنت محدود بشه به دست ما رسیده و نگاه کردیم، اگه شما نگاه کنید ماموران امنیتی مستقیم به طرف مردم تیراندازی میکنن. مثلا در شهر جوانرود که یک شهر مرزی در استان کرمانشاه است، در بالای پشت بام ساختمان دادگستری این شهرستان ما نیروهای امنیتی رو میبینیم که به صورت مستقیم به طرف پایین، به طرف خیابان پایین تیراندازی میکنن، که این مشخصه اونجا در حقیقت تظاهر کنندگان حضور دارند. گفتی جوانرود کرمانشاه، از اینجا و همینطور از مریوان خبرهای دیروز به گوش میرسید که گویا شدت خشونت‌ها خیلی بالا بوده. ببین در مناطق کردنشین در غرب ایران به خصوص، اولا از دستگاه های امنیتی دل خوشی ندارن، چرا که اونجا حضور پررنگی همیشه داشتن و یک نوع میشه گفت امنیتی است فضای اونجا در گذشته. به همین جهت بود از روز جمعه، اگه نگیم پیشگام اما همگام با سایر نقاط ایران، اونجا هم تظاهرات گسترده و وسیعی بوده. اما صحبت‌های ما با افرادی که از کشور اومدن بیرون در همین امروز دیشب داشتیم، تونستیم تماس‌های تلفنی با شهرهای مختلف اینجا داشته باشیم، باز هم اونجا حکایت از خشونت‌ها و یک تصویر خونینی از اونجا برای ما مصور می‌کنن و به نظر می‌رسه برخوردها بسیار شدید بوده. در شهر مریوان مثلا که جمعیت 140 هزار نفری داره، گفته شده که حدود 6 تا 8 نفر احتمالاً کشته شدند. در جوانرود، در کرمانشاه، سنندج، بوکان و بسیاری از شهرهای منطقه داستان تکرار شده. و خیلی کوتاه اگر بگی، میشه اینطور تصور کرد که در روزهای گذشته معترضان هدفهای خاصی داشتند نسبت به اماکن مثلا ویژه ابراز خشم کردند؟ ببینید اگه نگاه کنید دفاتر نمایندگی رهبر ایران، دفاتر بسیج، کلانتری ها، نماد بساد مکان ها و نهادهای امنیتی، بانک ها، اینا هدف معترضان بودن. و اگه نگاه هم بکنید، بازم من به خاطر اینکه بیشتر تحقیقاتم رو منطقه غرب ایران بوده، مناطق کردنشین بوده، اونجا هم به دلیل بیکاری، به دلیل فقر، به دلیل فشارهای اقتصادی که اونجا بوده، به نظر میرسه اون اماکن که بیشتر نماد جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستن مورد حمله قرار گرفتن. ممنونم از همکارم ژیار گل. اعتراض‌های اخیر در ایران ظاهراً رهبری نداره و از حمایت حزب یا جناح یا گروهی سیاسی برخوردار نیست، ولی اعتراض‌های گسترده بدون رهبری و سازماندهی مشخص چقدر ممکنه به اهداف خودش برسه؟ سود و زیانش برای معترضان چیست؟ در این باره گفتگوی خواهیم داشت. اول گزارشی از مریم افشنگ. حاجی تیر زنن، من گفتم مشقیه. یا خدا. جاده ساوه. در ناباوری معترضان پلیس نه تنها تیر مشقی یا هوایی نمیزند که مستقیم به آنها شلیک میکند. اینجا هم تهران پارس است. باز هم شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان. در بهبهان هم گویی جنگ خیابانی است. واکنش ضربتی حکومت به اعتراضها کم سابقه است و شمار کشته شدگان رو به افزایش. حکومت میگوید معترضان اشرار را اغتشاشگرند و به اموال عمومی خسارت میزنند. معترضان میگویند آسیب به اموال عمومی کار نیروهای امنیتی است. اینجا خیابان اصلی گوهردشت، مامورا اومدن اینجا رو آتیش زدن، بندازن گردن مردم. 10 سال پیش، 25 خرداد سال 88، راهپیمایی سکوت. به دعوت میرحسین موسوی، معترضان به نتایج انتخابات به خیابان آمدند و به شکلی مسالمت‌آمیز اعتراض خود را در سکوت اعلام کردند.
بنابر آمار رسمی آن روز 7 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. اعتراضات به انتخابات ماه‌ها طول کشید. سران مخالفان حکومت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم از اواخر بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستند. بعد از انتخابات بنابر گزارش ها 10 نفر کشته و 100 نفر زخمی و بازداشت شدند. پس از وقایع سال 88 بسیاری از نهادها و فعالان مدنی یکی پس از دیگری سرکوب شدند. فعالان حوزه زنان، فعالان دانشجویی، کارگری و در چند سال گذشته حتی فعالان حوزه محیط زیست هم به حاشیه رانده شدند. دیماه سال 96، 8 سال بعد و در نبود نهادهای مدنی و بدون هیچ رهبری، مردم در اعتراض به گرانی و وضع بد معیشتی به خیابان آمدند. اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت. دست کم 25 نفر کشته و نزدیک به 5000 نفر بازداشت شدند. اعتراضات 3 روز گذشته را هم فرد، جناح یا گروهی رهبری نمی کند. اما برخوردی کم سابقه از سوی حکومت با معترضان صورت گرفته. به دلیل قطع اینترنت و جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه‌ها، اطلاع دقیقی نه از تعداد کشته شدگان وجود دارد، نه زخمی‌ها و بازداشت شدگان. مدت هاست که اعتراضات ایران رهبر ندارد. اصلاح طلبان هم که در گذشته روی بخش بزرگی از معترضان نفوذ داشتند و می توانستند سمت و سوی به اعتراضات بدهند، سال هاست که نفوذ سابق خود را از دست دادند. اعتراضات روزهای گذشته نشان از خشم و مطالباتی تلمبار شده دارد. گویی حکومت و مخالفان به نقطه بن‌بستی رسیدند و کار از مطالبه مردم از دولت و حکومت گذشته و به رویارویی رسیده. ابزار قدرت و خشونت هم در دست حکومت است و افزایش کشته شدگان میگوید دست کم فعلا خبری از سازش نیست. هرچند در مواردی گل به جای گلوله رد و بدل می شود. مریم افشنگ، بی بی سی. گفتگوی داریم در این باره با سینا عزودی، پژوهشگر مرکز صداقت استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ما. آقای عزودی معتقدند که این اعتراض ها حرکت خودجوشه و کسی اگر برای اعتراضات بیانیه داد، دلیلی بر رهبری این اعتراضات از طرف این گروه یا فرد نیست. امیر حسین اعتمادی از سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای اعتمادی معتقدند ادعای بی رهبر بودن اعتراضات درست نیست و اینکه این اعتراضات هم رهبر ملی داره و هم رهبر میدانی. آقای اعتمادی، اول از شما میپرسم چه دلیلی دارید برای این ادعا که گویا فرد یا گروهی مشخصاً رهبری این اعتراض ها رو بر عهده داره؟ ببین، من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، فکر میکنم باید به این گزارشی که پخش کردین یک جواب بدم، به خاطر اینکه میدونی الان سال 57 نیست که بی بی سی بتونه یه نفر رهبر بکنه یا بتونه از رهبری خلع بکنه. شما در یک گزارش یک طرفه مدعی شدید که قطعا این اعتراضات رهبر نداره. شما در رسانه هاتون ویدیوهایی رو که علناً و آشکارا اسم شاهزاده رضا پهلوی، اسامی خاندان پهلوی پخش میشه رو منتشر نمی‌کنید، ولی مطمئن باشید در سال 2019، در سال 98 مردم اینقدر دسترسی به اطلاعات دارن و رسانه دارن که بی بی سی نتونه کس براشون تعیین تکلیف بکنه که کی رهبرشون یا کی رهبرشون نیست. اما آقای عزودی ببخشید، به سوال من اگه جواب بدید خیلی ممنون میشم. ما برای کسی آقای اعتمادی ببخشید ما برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کنیم. سوالتون میدم، اگر خواهش می‌کنم من میتونم اصلا به کل مناظره تر کنم. شما با آقای عزیزی نه خواهش میکنم، ما علاقمند هستیم که دیدگاه شما رو بدونیم. خیلی به همه دیدگاه ها احترام میگذاریم، اون تا این که شما فرمودید ما چنین همش بر اساس واقعیت چنین قصدی در میان نیست. من تا شما بفرمایید اگر باید. از نظر شما گروهی یا فردی رهبری این اعتراض ها رو بر عهده دارند، چه دلایلی وجود داره؟ بفرمایید گوش بدید. دلایل خیلی مشخصه. شما از پاسارگاد در آبان 1395 تا امروز در آبان 1398 در سراسر ایران، نه فقط در پاسارگاد، در بالای 100 شهر، سنندج، کرمانشاه، خوزستان، بهبهان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، بندرعباس، بوشهر، جایی نیست که شعار رضا شاه روح از شاه سر داده نشه، جایی نیست که نام شاهزاده رضا پهلوی سر داده نشه،
جایی نیست که شعار بگو برگشت شاه سر داده نشه. مهم نیست شما میتونید مخالف باشید یا موافق باشید با اسم شاه، با سیستم پادشاه یا هر چیزی، اما واقعیت موجود در خیابان‌های ایران اینه که این مردم نام رهبرشون دارن صدا میکنن. شما مدعی هستید که این اعتراضات رهبر میدانی نداره. رهبران میدانی رو باید به شما معرفی بکنن. شما از کجا میدونید چه شواهدی وجود داره که این اعتراضات رهبر میدانی نداره؟ مگه میشه بدون رهبر میدانی اعتراضات رو سازماندهی کرد؟ چندین شهر ایران رو از کنترل دولت خارج کرد. چه چیزی اصلا غیر ممکنه؟ این اعتراضات هم رهبر ملی داره، هم رهبر میدانی داره، هم سازماندهی داره، هم نه بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده، کار شده، شعار نویسی شده، برچسب نویسی شده، تمام روش‌های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بوده در این 2-3 سال انجام شده، پیاده شده تا امروز به اینجا رسید. آقای عزودی شما چی فکر می‌کنید؟ بحث مقدار شلوغ شد، من سوالتون رو فراموش کردم، اگه سوالتون رو بفهمید ممنون میشم. شما معتقدید که گویا این حرکت رهبری مشخص سیاسی یا فردی نداره، دلایل شما چیه برای این؟ ببینید به نظر من اگر شخصی بخواد رهبری ملی داشته باشه باید همه قبولش داشته باشن. و یه مطلب دیگه هم که میخوام بهتون بگم اینه که صرف اینه که مردم در حالا در هر شهری در تمام حتی در تمام شهرهای ایران هم شعار بدن رضا شاه روحت شاد یا حالا هر شعار دیگه ای، این دلیل بر این نمیشه که اونها خواهان این هستن که رژیم برگرده یا شخص الف یا به رهبر آینده ایران باشه. ما متاسفانه ملتی هستیم که با اینی که به گذشتمون خیلی وابسته هستیم ولی گذشته رو بعضی وقتا یادمون میره. وضعیت اقتصادی که ایران هستش، وضعیت فسادی که هستش، وضعیت عدم مدیریت درست اقتصاد ایران در هیچ کدوم از اینها شکی نیستش. عدم آزادی سیاسی در شکی نیستش. ولی بعضی وقتا فراموش میکنیم که چه عواملی باعث شدش که انقلاب سال 57 شکل بگیره، به انقلابی که درست شد برای اینی که آزادی سیاسی برای ایران بیاره از بین بره. اون زمانها هم همین مسائل وجود داشتش، عدم آزادی سیاسی، فساد سیستماتیک همون موقع هم در ایران وجود داشت. آقای اعتمادی دست کم در این مورد با من موافق هستید که این اعتراضات با افزایش قیمت بنزین شروع شد، این دور در حقیقت شما میفرمایید که سازماندهی شده بوده، برنامه ریزی شده بوده، اطلاعی داشتید از اینکه یک بار نصف شب حاکمیت قیمت بنزین رو 3 برابر میکنه؟ ما تاریخش رو اطلاع نداشتیم، اما وقتی که ما از یک استراتژی بدون خشونت و خشونت پرهیز حرف میزنیم، وقتی که همزمان میگیم که فشار خارجی باید وارد بشه، خود شخص من جز یکی از 30 نفری بودم که وقتی تمام رسانه ها، شما، خبر همکارانتون، خیلی از مردم حتی جشن میگرفتید برای برجام، یا بعدتر وقتی که آقای ترامپ سر کار اومد ما نامه نوشتیم که این تحریم‌ها رو اعمال بکنید، با جمهوری اسلامی مماشات نکنید، چرا که میدونستیم این فشار بین‌المللی، فشار خارجی باعث میشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامات و تصمیماتی بزنه که در نهایت به اینجا کشیده بشه. جمهوری اسلامی مجبور شد، ناچار شد قیمت بنزین رو افزایش بده. ما ممکنه تاریخش رو ندونیم ولی میدونستیم که بالاخره یک اتفاق، یک اشتباه شبیه این رو به خاطر اون وضعیت وخیم اقتصادی و بحران اقتصادی و مالی و بانکی که بهش دوچاره اینها بهش مرتکب میشن. بنابراین من میتونم بگم که ما برای این موضوع خاص انتظارش رو میکشیدیم. روز هیچ اتفاقی رو کسی نمیتونه پیش بینی میکنه. کسی نمیتونه بگه انقلاب مثلا روسیه در چه روزی دقیقاً پیروز میشه، قابل پیش بینی نیست. انقلاب 1989 در لهستان یا در چکسلواکی دقیقاً در چه روزی پیش اتفاق میافتاد یا جرقش کجا کشی زده میشد. مهم اینه که ما منتظر این جرقه بود. این استدلال آقای اعتمادی، آقای عزودی، شما رو قانع میکنه که انتظار داشتند شبکه سازی صورت گرفته، هماهنگی های شاید صورت گرفته و کار به اینجا رسیده؟ اول اینه که به نظر من مبارزه غیر خشونت آمیز که میگم، به نظر من این حرفا درست نیست. برای اینکه ویدیوها رو که ببینید، حالا غیر از فکرمی که دولت میکنه، حکومت میکنه، تیراندازی به مردم جای خودش، ولی حمله کردن به بانک ها و اینها به نظر من اینها اعتراض غیر خشونت آمیز نیستش.
یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم در مورد وضعیت اقتصادی، ببینید تصمیمی که حرفی که آقای اعتمادی میذارن درسته، ولی یه مسئله که هستش اینه که این حقیقت رو در نظر نمیگیره که از سالها پیش، از زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودش، دولت ایران سعی کردش که سوبسید بنزین رو که خرج خیلی زیادی بر عهده دولت میذاشت رو بذاره کنار. آقای خاتمی سعی کردن تا حدودی موفق شدن، آقای احمدی نژاد سعی کردن بیشتر و آقای روحانی، ولی به نظر من و این تصمیم به نظر من از لحاظ اقتصادی تصمیم درستیه که یک هزینه گنده‌ای رو از روی دولت بر می‌داره و کمک می‌کنه به کاهش قاچاق بنزین از ایران، ولی به نظر من در مورد زمانش، به نظر من هر کسی که این تصمیم رو گرفته، به نظر من بسیار تصمیم اشتباهی بوده برای اینکه فشار اقتصادی که روی مردم هست رو در نظر نگرفتن. آقای عزودی، ما با خیلی از معترضان هم که صحبت کردیم، اونها میگن که اگر خشونتی صورت گرفته واکنشی بوده، واکنشی به استفاده از خشونت از طرف نیروهایی بوده که میخواستن اونها رو سرکوب بکنن. در هر صورت آقای اعتمادی، اگر آنچه که رخ داده مطابق طرح و برنامه و نقشه افرادی هم فکر شما بوده یا از نظر سازمانی نزدیک به شما بوده، مسئولیت کشته شدن نزدیک به 200 نفری که این طرف و اون طرف گفته میشه رو هم شما بخشی از اون رو میپذیرید؟ ما باید بپذیریم مسئولیت کشته شدن تک تک خونهایی که ریخته شده با شخص خامنه ای، با شخص خامنه ای و کسانی که در ایران یا خارج از ایران دفاع میکنن. این چه حرفی شما میزنید؟ من واقعا شما دارید همون حرفی رو میزنید که خامنه ای میزنه، جمهوری اسلامی میزنه. در سال 88 هم همین حرفو خامنه ای زد. چرا در سال 88 این سوال رو نپرسیدید وقتی که خامنه ای در نماز جمعه گفت که هر خونی ریخته بشه مسئولیتش با معترضانه؟ نوبت سال 98 که میشه من باید مسئولیت قبول کنم یا کسانی که آقای اعتمادی؟ ما همیشه سوالات خودمون رو پرسیدیم، سوالی که مطرح لزوماً دیدگاه ما نیست. بی بی سی رسانه بی‌طرفه، هدفی جز اطلاع رسانی نداره، اصول سردبیری ما مشخصه. منتها من از شما میپرسم که 200 نفر کشته شدند، شما میفرمایید که اگر سازماندهی اعتراض ها نقش داشتید، صد البته ما میخوایم دیدگاه شما رو هم بدونیم. بفرمایید که مسئولیت کشته شدگان بر عهده کیه؟ خیلی ها معتقدن که بر عهده حکومته. بله، این قطع. ببین اصلا مهم نیست اعتقاد که، این مسئله اعتقادی نیست، مسئله نظر و عقیده نیست، این یک واقعیته. در هر جای دنیا رژیم دیکتاتوری، میخواد ونزوئلا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد لبنان باشه، عراق باشه، هر خونی که ریخته میشه در جریان اعتراضات در رژیم های دیکتاتوری، مسئولیتش با حکومته، مسئولیتش با شخص خامنه ای، و خامنه ای به خاطر این خونریزی در روزی که دور نیست و دیر نیست حتما پاسخگو میشه، شک نکنید، مثل همه کسانی که جنایت کردن. آقای عزودی، شما چی فکر میکنید؟ آقای اعتمادی و بسیاری از تحلیلگران میگن که مسئولیت آنچه که در حال رخ دادن هست مستقیما بر عهده جمهوری اسلامی است و مشخصا بر دوش آیت الله خامنه ای. من فکر میکنم کلن از زمانی که جامعه بشریت یک حکومت را قبول کردش، از اون زمان به حکومت این حق رو دادش، وارد یک قرارداد اجتماعی شد و به حکومت این حق رو دادش که علیه به اصطلاح شهروندانش از زور استفاده بکنه. به نظر من نه به دیکتاتوری مربوط میشه و نه به دموکراسی. کلن حکومت ها در هر جای دنیا این حق رو به خودشون میدن که از قوه قهریه علیه شهروندانشون زمانی که تهدیدی ببینن از لحاظ اونها استفاده بکنن، حالا چه در آمریکا باشه، چه در ایران باشه، چه در چین باشه، در همه جا از قوه قهریه استفاده میشه. و فکر میکنید که آنچه که الان رخ داده هم در چارچوب همین حقه؟ عذر میخوام، سوال متوجه نشدم. سوال من اینه که الانی که این تعداد از معترضان کشته شدند، از نظر شما به دلیل استفاده حکومتی مثل جمهوری اسلامی از همین حقی که شما به رسمیت میشناسید؟ ببینید من به رسمیت نمیشناسم، یعنی ما از زمان، نه شخص بنده یا اکس وای مثلا مهم نیستش، ما این حق رو به حکومت دادیم به عنوان یک جامعه بشری. وقتی که پلیس رو به رسمیت میشناسیم، یعنی اجازه میدیم به پلیس که از ما از زور استفاده بکنه و حکومت بکنه بر ما. این حرف من نیستش، ولی من میخواستم نظر شما رو بدونم. آقای عزیزی، بله،
اینی که در حکومت در جمهوری اسلامی داره از به نظر من از خشونت زیادی استفاده میکنه، به نظر من این درسته. به نظر من اگر میخواستن راه درست رو انجام بدن، میتونستن با اینکه نسل رو برقرار بکنن ولی از کشتار و خونریزی جلوگیری بکنن. به نظر من در شرایطی که کشور هستش تحت شرایط زیاد فشار اقتصادی زیادی، من فکر میکنم که حکومت نمیخوادش که نشون بده که ضعیف هستش تحت فشار خارجی و برای همین از این سیاست مشت آهنین داره استفاده میکنه. آقای عزودی شما چی فکر میکنید؟ ببخشید آقای اعتمادی. فکر میکنم که آقای عزودی خیلی صریح و واضح در تلویزیون بی بی سی که ثبت هم شده دفاع کردن از کشتار مردم، این رو یک حق دونستن برای حکومت. فکر می‌کنم دیگه گویاست، من توضیح ندارم بدم. مردم خودشون دارن می‌بینن که کسی در ایالت فلوریدای آمریکا از کشتار مردم به دست خامنه‌ای دفاع می‌کنه. این واضحه. از در کشوری که مارتین لوترکینگ اینجا یک جنبش حقوق مدنی رو برپا کرده، شخصی به اسم تحلیلگر از کشتار مردم در ایران دفاع می‌کنه، مردم بی سلاح، مردم بی دفاع. آقای عزودی، آقای اعتمادی، من بهشون توصیه میکنم که نوشته های تاماس هابز رو بخونن. اون زمان که وقتی نوشته ها رو خوندن، اون موقع حرفای منو متوجه میشن که من از کشتار هیچ وقت دفاع نکردم. من حرفی که زدم خیلی واضحه که ما انسان ها از زمانی که وارد یک جامعه شدیم و حکومت رو به رسمیت شناختیم، این حق رو به حکومت دادیم تا یک قرارداد اجتماعی که استفاده بکنه از زور. من هیچ وقت از خشونت حمایت نمی کنم، چه آقای خامنه‌ای باشه، شما چه فرق یک حکومتی که من یک حرفی زدم، من هیچ حکومتی حق نداره در خیابون مردمشو بکشه. اگر چه این حقی هم دادیم، باید از طرق قانونی باشه، از مسیر قانونی باشه. تازه اگر در این حق کشتن مردم حتی در قانون وجود داشته باشه، شما خیلی سریع و علنی، من فکر میکنم که همه شنیدن، تاکید میکنم که شما کشتار مردم رو مجاز دونستین برای خامنه‌ای. شما یا حرفای منو دارید عوض میکنید یا اطلاع ندارید یا شاید هم هر دوشه. ممنونم از هر دوی آقایون. این بحث به نظر میاد که دامنه بسیار گسترده داره. احتمالاً مجبور هستیم که بار دیگر به این موضوع برگردیم، به هر دوی آقایون، و گفتگو رو در این زمینه ادامه بدیم. ولی خیلی ممنونم فعلا از امیر حسین اعتمادی از سازمان دانش آموزان لیبرال ایران از واشنگتن با ما، و همینطور سینا عزودی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. اما تصاویری داریم از تجمع امشب دانشجویان دانشگاه تهران که برای ما فرستاده شده. دانشگاه تهران 27 آبان 98. دانشگاه زندانی، نمیتونیم بریم بیرون. دانشگاه تهران 27 آبان 98. دانشجویان دانشگاه تهران، زندانی نمیتونیم بریم بیرون. تصاویری بود که تازه به دست ما رسیده بود، ولی بد نیست دوباره بریم سراغ پویا قربانی، همکارم. من صبح تا حالا هر باری که به خبرها مراجعه کردم دیدم که موضوع تازه اتفاق افتاده. چه خبرهای تازه‌ای داری؟ خبری که بی ربط به بحث این دوتا مهمونمون هم نیست. در شیراز و در گوهردشت کرج ما دست کم دو روایت از شاهدان عینی داریم که میگن تخریب ها کار نیروهای شخصی مسلحه. اینو در شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاشتیم. در گوهردشت کرج دو شاهد عینی اینو گفتن. در مالی‌آباد شیراز شاهدان عینی این مطلب رو صحه گذاشتن که تخریب ها پس از ورود موتورسوارهای مسلح به عرصه اتفاق افتاده. بنابراین بد نیست این روایت هم در کنار اینها داشته باشیم. البته که بی بی سی فارسی به طور مستقل نمیتونه صحت این روایات رو تایید کنه در نبود خبرنگار در ایران و همینطور انسداد اینترنت و جلوگیری از کار خبرگزاری مستقل. اما وقتی ویدیویی از دانشگاه تهران دیدیم، بد نیست بدونیم که بازداشت‌های گسترده‌ای از امروز صبح در دانشگاه تهران، در خوابگاه دانشگاه تهران اتفاق افتاده. سوها مرتضایی، دختری که از او به عنوان اولین دانشجوی ستاره‌دار امسال
نام برده میشد دیشب بازداشت شده، امروز خبرش منتشر شده بود. من دیدم بهمن قبادی در پیامی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود خطاب به مردم کردستان عنوان کرده بود که مبارزه رو ادامه بدید، شما قهرمان هستید. اما اینترنت هنوز در ایران قطعه. اینترنت فور ایران هشتگیه که کاربرای ایرانی خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای یک آگاهی دادن به جامعه جهانی نسبت به اینکه ایران، جامعه ایران الان در شرایط ایزوله به سر میبره، و همینطور دارن منشن میکنن مثلا مقام های مختلف رو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران رو، که در جریان باشه که اینترنت قطع و این جلوی ترسیم یک فضای کلی رو از شرایطی که داره اتفاق میفته میگیره. اگه وقت هست من یک روایت دیگه هم خیلی کوتاه. بله آره. فارس، خبرگزاری فارس در گزارشی که امروز کار کرده بود از شهر قدس قرآن‌های سوخته‌ای رو به نمایش گذاشته بود، عکس‌هاش رو. این خیلی واکنش برانگیز بود در فضای مجازی، عنوان می‌کردن که این تقبیح خسارت‌ها به نوعی قطعه آخر پازل سرکوب، این چیزی که داره عنوان میشه، یعنی بعد از سرکوب اعتراضات، دستگیری‌های گسترده، قطع اینترنت، این تقبیح تخریب‌ها چیزی که در 88 هم اتفاق افتاده، در 96 هم اتفاق افتاده، و من دیدم که شبکه خبرم اینو گزارش کار کرده بود، از مناطقی که خسارت دیدن، با افرادی که خسارت دیدن صحبت کرده بود. اما استفاده از این و برگردوندنش به نوعی به معترضینی که خود مقامات ایران عنوان کرده بودن که اجازه اعتراض مدنی برای اونها وجود نداره. ما در ویدیویی میبینیم که مردمی که ایستادن و خواستشون رو در سکوت دارن ادامه میدن، از طرف نیروی انتظامی بهشون مهلت داده میشه که صحنه رو ترک کنن تا دقیقی بگه، وگرنه با اونها به شدت عمل برخورد میشه. بنابراین ناظران میگن که در این شرایط که وجود نداره همچین امکان اعتراض مدنی، این خسارت ها رو باید ارزیابی کرد که کجا و کی انجام شده. متشکرم، خیلی ممنونم از همکارم پویا قربانی که تازه ترین ها رو به ما گفت، و ممنون از شما که این برنامه رو تا این لحظه دنبال کردید. باید اشاره بکنم که هر لحظه میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بکنید اگر دسترسی به اینترنت دارید، به حساب های ما در شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، و به تلویزیون ما هم مراجعه بکنید برای تازه ترین خبرها. ممنونم از همراهی شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دنبال کردید. بعد اضافه بکنم که تا چند لحظه دیگه با یک بخش خبری تازه باز هم با شما خواهیم بود.